رفقا یه جوانی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از حضرت سوال کرد که آقا میخوام یه همسری انتخاب بکنم، چه ویژگی هایی داشته باشه؟ به هر حال هر کسی میخواد یه همسری انتخاب بکنه، یه معیارهایی تو ذهن خودش لیست میکنه، مثلا چه باشه، حیا داشته باشه، ایمان داشته باشه، ماها میگیم باباش پولدار باشه، مثلا از این معیارهای خودمون، یا زیبایی داشته باشه، چه و چه و چه. آقا چه معیاری از نظر شما داشته باشه؟ حضرت نکته ای فرمود، این نکته رو حتما یه جایی تو ذهنتون یادداشت بکنید، موقع انتخاب همسر به این نکته هم دقت بکنید. حضرت فرمود کنار همه این معیارها یادت باشه تو از طرف فرزند آیندت که میخواد به دنیا بیاد وکیل هستی، که علاوه بر این که یه همسری برای خودت انتخاب میکنی، یک مادر هم برای او انتخاب کن. یعنی قراره تو از او بچه به دنیا بیاری و او برای فرزند تو مادری بکنه. پس ببین چه همسری انتخاب میکنی، بچه ای باشه، این مادر وقتی میخواد به او شیر بده، ببینید یکی میشه مثل اسماء بنت عمیس، فرزندی داره به نام محمد که او فرزند کیه؟ ابوبکر، محمد ابن ابی بکره. اما چون اسماء عاشق امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بود، تو روضه ها اسمشو زیاد شنید دیگه، کنار غسل دادن زهرا مرضیه کنار امیرالمؤمنین هم هست. اسماء تو اون لحظه همسر ابوبکره، اما بچه‌ای به دنیا میاره از او که چون عاشق امیرالمؤمنین حضرت زهرا است، با محبت اینها بچه رو شیر میده. این بچه ولو باباش ابوبکره، اما از باباش براءت پیدا میکنه، میگه من پدرم رو امیرالمؤمنین قرار میدم و امیرالمؤمنین رو فرزند خوانده خودش میدونه و برای شهادتش گریه میکنه. مادر چقدر مهمه. خب این وراثت، شجاعت، کمال، ادب، خیر و ماورث الآباء لابنائهم الادب، فرمود بهترین چیزی که پدر و مادر برای بچه ها میتونن ارث بگذارن ادبه.